سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. توجه کنید به تعداد گزارشات اقتصادی که در طول هفته به دسترس ما قرار گرفته است. کشورهای منطقه می توانند از افغانستان به حیث دهلیز ترانزیتی استفاده کنند. معین سیاسی وزارت خارجه هنگام گشایش ششمین نشست اقتصادی منطقه یاریکا با بیان این مطلب گفت که ترانزیت می تواند کشورهای منطقه را نزدیک سازد. گزارش را با هم می بینیم. معین وزارت خارجه در ششمین نشست اقتصادی منطقه‌ای در کابل موقعیت افغانستان را برای منطقه مهم عنوان کرد. وی با تأکید بر گسترش اقتصاد و ترانزیت میان کشورهای منطقه می گوید افغانستان می تواند دهلیز خوب ترانزیتی منطقه باشد و با این کار زمینه شغل برای شمار زیاد از مردم مساعد می شود. ما باید از مشکلات فرارای تجارت و ترانزیت آگاه باشیم و در این نشست راه های حل آن را دریابیم. مجبور هستیم از این طریق برای ترانزیت خوب کار کنیم و صادرات خود را به بازارهای جهانی برسانیم. شمار از آگاهان اقتصادی نشست ریکا را برای رشد اقتصاد مهم دانسته، اما شک دارند که افغانستان بتواند از این نشست ها نفع ببرد. ټول وخت په تقاررونو تیر کړ. دوی هغه څه چې د ملت لپاره دي، هغه څه چې د ولس لپاره دي، په دې برخه کې متاسفانه دوی کوټلي ګامونه نه اخلي او فقط په شخصي سلوک وختري ملي منافع شاته اچولي. وزیر اقتصاد میگوید در نشست ریکا در مورد برنامه های کوتاه مدت تمرکز می شود و همچنان از جامعه جهانی خواست تا برای رشد اقتصاد افغانستان همکاری های خود را با این کشور ادامه دهند. والی هرات میگوید برای رهایی از وابستگی به کشورهای بیرونی باید تولیدات داخلی تقویت شود. به گفته وی سالانه به ارزش میلیاردها دلار کالا از بیرون کشور تولید میشوند که با صادرات خیلی تفاوت دارد. او همچنین گفته است برنامه هایی برای ایجاد کار و افزایش درآمد داخلی در هرات روی دست دارد. گزارش را با هم میبینیم. آنگونه که محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید افغانستان سالیانه 8 میلیارد دلار واردات دارد و در برابر آن تنها 0.5 میلیارد دلار صادر میکند. آقای رحیمی اشاره به این کرد که باید سطح تولیدات داخلی را بالا ببریم تا بیشتر از منابع داخلی استفاده کنیم و نگذاریم تا ارز از کشور بیرون شود. چطور از منابع داخلی برق خود تولید کنیم؟ از منابع داخلی غذای خود تولید کنیم؟ از منابع داخلی لباس خود تولید کنیم؟ و از منابع داخلی نیازمندی های کلان دیگه خود ما تمویل کنیم، تأمین کنیم تا از بیرون واردات ما کم شد. به باور بسیار از کارشناسان نبود برنامه ریزی درست در زمینه برنامه های اقتصادی این چالش ها را پدید آورده است. ما درگیر میبینیم که ما شما تقریبا یکنیم دو ساله که درگیر مسائل سیاسی، درگیر مسائل زدبندهایی که در بالا هسته، کمتر با مسائل اقتصادی مردم میرسیم. ولی والی هرات پافشاری می کند که برای یافتن راهکاری برنامه های روی دست دارد تا چگونه ایجاد کار و درآمد کند. لحاظا من حیث مسئول از این ولایت شب و روز در این فکر هستم که چطور ما اقتصاد ولایت هرات به شکل شگوفا بسازیم که باعث کار، باعث روزگار، باعث آید، باعث تکس و مالیه شود و از این محور کلان اقتصادی ولایت هرات کل افغانستان مستفید شد. برای استفاده از کالاهای داخلی و همچنین تشویق مردم در راستای بکارگیری از این کالاها همین چندی پیش بود که اتاق بازرگانی هرات گرد همایی را راه اندازی کرده بود. بازرگانان از کنشگران مدنی در آن زمان خواستند تا در این زمینه کارزاری راه بیاندازند. رئیس جمهور غنی میگوید افغانستان کشور ناتوان و ورشکسته است. وی که در نشست مقامات عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان یا موسوم بسام سخن می گفت می افزاید که اقتصاد مبهم و فقر و ناامنی از چالش های عمده حکومت است. در همین حال معاون بانک جهانی چالش های کنونی افغانستان را نگران کننده دانسته. تاکید باید در برابر فقر و بیکاری در این کشور مبارزه جدی صورت گیرد. گزارش را با هم می بینیم. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع در نشست حمایت از صنعت افغانستان میگوید فعلا صنعت در کشور با مشکلات و چالش‌های زیادی روبرو است و به خاطر از بین بردن این مشکلات مکانیزم جدیدی را روی دست دارند. در وزارت تجارت و صنایع به منظور بلند بردن جایگاه افغانستان در شاخص‌های تجارتی بانک جهانی یک سکرتاریت در چارچوب ریاست
عمومی انکشاف سکتور خصوصی و یک گروپ کاری بین الوزارتی را ایجاد نموده ایم. صنعتی ساختن کشور ایجاب می نماید تا تلاش ها و مسایی پیگیر، دوامدار، خستگی ناپذیر با استفاده اعظمی از همکاری های دونرها صورت گیرد. از سوی دیگر قربان حقجو رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا می افزاید تولیدات داخلی باید افزایش یابد. فابریکات ما در پارک های صنعتی با دنیای مشکلاتی است که من شما سربارش دیدار صحبت کردیم و در این زمان فابریکات بزرگه. ما امروز در حدود 300 میلیون دلار شرکت الکوزای عبدالرحمن الکوزای سرمایه گذاری میکنه در بخش تولید نوشابه ها در افغانستان. بزرگترین سرمایه گذاری است. در حدود 90 فابریکه امسال غیر فعالتر شده نظر به سال پیشتر بر اساس از احصائیه مرکزی. معاون اتاقهای تجارت با تایید این مطلب، مالیات گزاف، موجودیت فساد اداری، نبود مارکت، برق و نبود زمین را یکی از مشکلات دیگر عنوان می کند. زمان دولت ده دی ظرفیت نلرو چه اقتصاد مارکت ده زند فرا ده خپل شرایط و پاندازه بانده تعریف کی. ده صنعتکار او ده تاجر طول پالیسی که آغا ده تکس ننیولی ده، ده مالی ننیولی ده، ده هر چه پوری چی ده. دا باید وزارت تجارت تو سپارش. با این حال آگاهان اقتصادی دلیل عدم رشد صنعت در کشور را در 13 سال گذشته بی برنامگی حکومت برای سرمایه گذاران می دانند، چیزی که در حکومت وحدت ملی نیز در یک سال گذشته از آن ابراز نگرانی می شود. هیچ گونه تهدید امنیتی برای مختل ساختن روند کار پروژه بند سلما وجود ندارد. مسئولان نظامی در هرات می گویند نیروی کافی امنیتی برای تامین امنیت این پروژه در منطقه مستقر هستند و هیچ نگرانی وجود ندارد. مسئولان کنسولگری هندوستان در هرات نیز می گوید برای ادامه کار بند سلما و روند انتقال پایه های برق از ولسوالی چشت و به شهر هرات نیازمند امنیت است و نظامیان افغان باید امنیتشان را تامین کنند. گزارش را با هم می بینیم. بند آب و برق سلما یا بند دوستی افغانستان و هند یکی از پروژه های مهم زیربنایی کشور. درست 40 روز پیش آبگیری این سد آغاز شد. در هفته های اخیر افزایش تحرکات طالبان و گروه های مسلح در ولسوالی چشت هرات، نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در مناطق اطراف بند سلما را بیشتر ساخته است. حالا شماری از مقام های امنیتی و ملکی هرات برای بررسی وضعیت امنیتی به اینجا آمده تا وضعیت را از نزدیک ببینند. فرمانده عمومی ارتش ملی در غرب کشور میگوید وضعیت امنیتی پروژه بند سلما خوب است و هیچ نگرانی در این مورد وجود ندارد. اما او تاکید می‌ورزد که برای تکمیل کار این پروژه تدابیر امنیتی از این هم شدیدتر می شود. نگرانی هایی که در یک آخر بر مسئولین و انجینرهای دوستای اندیم ما به وجود آمده بود به خاطر رفع از او نگرانی های زیاد و تدابیری که به خاطر بهتر امنیت که بر از اینا اعتماد کامل به وجود بیاید که بتانند کار خدا تکمیل کنند. در سوی دیگر مسئولان شرکت هندی که کار ساخت بند سلما را به عهده دارد نگران از بدتر شدن وضعیت امنیتی در چشت هستند. رئیس این شرکت هندی عملکرد نیروهای امنیتی افغان برای تامین امنیت پروژه بند سلما را ستوده نمی‌خواند و تاکید می‌ورزد که برای تکمیل ساختن کار این پروژه کارمندان این شرکت نیازمند امنیت هستند و نیروهای افغان برای حفاظت از جان آنان باید تدابیر خوبی را روی دست داشته باشند. مهمترین بخش پروژه کاپگیری آن بود تمام شده و کار روی تکمیل شدن دیگر بخش ها به شدت جریان دارد. ما برای انتقال پایه های برق از ولسوالی چشم به شهر هرات نیازمند امنیت هستیم و نیروهای افغان باید امنیت ما را تامین کنند. فعالیت گروه های مسلح و مخالف مسلح دولت در ولسوالی چشم هرات در این اواخر بیشتر شده است. چند راننده‌ای که احتمال داشت مواد سوختی را به بند سلما انتقال می‌دهند از سوی مخالفان مصالح دولت تیرباران شدند و موترهایشان نیز با آتش کشیده شد. شماری از آگاهان امور هم هشدار می‌دهند که شماری از کشورهای منطقه با استفاده از گروه‌های مسلح در هرات تلاش دارند تا به پروژه بند سلما آسیب برسانند. صدها تن از باشندگان کابل در گرد همایی انزجارشان را از افزایش بیکاری ابراز کردند. آنان با سر دادن شعارها
حکومت وحدت ملی را متهم به کندکاری در ایجاد اشتغال به شهروندان این کشور کردند. گزارش را با هم می‌بینیم. افزایش بیکاری و فقر در کشور صدها جوان را در اینجا در کابل گرده هم آوردند. آنان با سر دادن شعار میگویند رهبران حکومت به وعده‌هایشان برای رفع بیکاری اقدام نکرده و بیکاری و فقر از گذشته بیشتر شده است. ما 13 میلیون بیکار داریم، مطابق آمار بالای 3 میلیون معتاد مواد مخدر داریم که ناشی از بیکاری است. ما بیش از 5 میلیون فرار از کشور یا به عنوان پناهنده داریم که ناشی از تبعات مستقیم بیکاری است. ما سطح خانواده ها، خشونت های خانوادگی داریم، طلاق داریم، روسبیگری و تنفروشی داریم، همه از تبعات از بیکاری است. این تظاهر کنندگان دلیل فرار جوانان از کشور و مبتلا شدن آنان به مواد مخدر را به برنامگی رهبران حکومت وحدت ملی می دانند. تعداد زیادی از همدانان ما در دریا غرق می شده، برها غرق می شده، مورد مهاجر می شده، دور از وطن، دور از خانه، و این تنها دلیلش این هست که بیکاری هست در افغانستان و دولت مردم ما توجه نمی کنه، برای مردم کار فراهم نمی کنه. این در حال است که با گذشت هر روز دامنه بیکاری در کشور افزایش می‌یابد و آگاهان می‌گویند کرسی‌های حکومت که بیکار هم می‌شوند بین طرفداران حکومت وحدت ملی تقسیم می‌شود که این وضعیت نگرانی جوانان ممتاز را برانگیخته است. و حال یک میان برنامه کوتاه. حکومت در نشست سه‌شنبه جامعه جهانی وعده آوردن شفافیت در وزارتخانه های سکتور و مالی را داده است. وزیر مالیه با ابراز این مطلب می گوید در سال آینده میلادی مرحله جدید کمک های جامعه جهانی به افغانستان آغاز خواهد شد. گزارش را با هم یک جا می بینیم. وزیر مالیه می گوید که حکومت وحدت ملی به جامعه جهانی تعهد کرده است که در وزارتخانه های سکتوری شفافیت آورده و در برابر فساد مبارزه جدی خواهند کرد. اقلیل حکیمی می گوید قرار است جامعه جهانی در نشست آینده بروکسل در سال 2016 مرحله جدید کمک هایشان را به افغانستان آغاز کنند. قرار است که در اونجا یک تعهد مالی جدید برای سالهای آینده برای افغانستان صورت خواهد گرفت. وی میگوید به خاطر آوردن اصلاحات در گمرکات یک تعداد پروژه ها جریان دارد. همراه کشورهای همسایه ما مثل پاکستان، مثل ایران، مثل تاجیکستان و ترکمنستان ما اصلاحات گمرکی را شروع کردیم که چطور سیستمای ما یکی با دیگر به خاطر تبادله معلومات اینا کار خود انجام بدن. به گفته وی این وزارت برنامه ثبت دارایی های کارمندان این وزارت را برای جلوگیری از فساد روی دست دارد. وی می افزاید حکومت اراده دارد با استفاده از منابع داخلی به خود کفایی برسد. چهارشنبه تانک های تیل در شهر قندهار بسته شد. رانندگان می گویند از دیروز به این سو به دلیل نبود تیل در شهر موترهایشان را متوقف کردند. اتحادیه تیل فروشان قندهار دلیل بسته شدن تانک های تیل را وضع شدن مالی بیشتر از سوی مستوفیت می دانند. معاون والی قندهار می گوید برای پایین دادن این مشکل دست به کار شده اند. 150 تانک تیل در شهر و اولسوالی های قندهار از دوشنبه بدین سو بسته شده است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که دولت مالی بیشتر را بالای مالکان این تانک های تیل وضع کرد. اتحادیه تیل فروشان قندهار می گوید دولت مالیه را چند برابر کرده و آنان توان پرداخت آن را ندارند. دیگه څه هم کی ثابت مالیه از مرده په 15000 پر 14000 پر 10000 افغانی باندې و چې موږ کول نو دوی یو دم پر موږ باندې دونه ډیره کړل دا یوازې پر موږ باندې نه پر ټول افغانستان باندې دا مالیه دوی ډیره کړل دا هغه څه بعد په ټول ولایتو کې چې موږ معلومات وکړي حتی مرکز هم یو پم دا مالیه نه دور کړي موږ 15000 سوونه شه در 2000 پر موږ مالیه ورکول هر کال پر پم باندې شنه پم 15000 غټ پم 10000 2000 اوس د اویا زر سوونه چې د 2 لک څلویر زر پوری د مرسه مالیه غواړي چې هغه د کال مردوم
فروشندگان تیل هشدار می‌دهند که اگر این مشکل از سوی وزارت مالیه حل نشود، دیگر تانگهای تیلشان را بروی مردم باز نخواهند کرد. در همین حال شمار از رانندگان می‌گویند در سراسر قندهار تیل پیدا نمی‌شود و موترهایشان را متوقف کردند. از همین رو از حکومت می‌خواهند تا هر چه زودتر به این معضل نقطه پایان بگذارند. و دی پمپ ولارت تیل نست، هغه پمپ ولارت تیل نست، نو بالا څوک سر سرګردانه ګرځو د یو لیټر تیل د پاره هغه تللیو 5 لیټر تیل مو راچولې په دکان کې لیټر په پاتیا وغانی ماته وای ورور وای بلارت کغواړی شته چې کنی نست دا تاوان چې په موټر کې تیل نست وس کمریز سینه مریض رسپتال را سوای سونه یو د کور سبدار راوړل سونه په موټر کې دوی کار کوله چې هغه کم زمر ورته ضرورت دی. در واکنش به این موضوع معاون والی خوست میگوید بازرگانان تیل در قندهار برای فرار از مالیات دست به چنین اقدامی زدند. وی میگوید با احتجاج کنندگان گفتگو کرده و به زودی رای حل این مشکل را دریافت خواهند کرد. زه په دې کې اغه مجلس پرون ما او سر لري او د نن د دې د اقدام دا کاملا زه په تزاد کې وینم او دلته ځینی دغه د تیلو مافیایي کړی هڅه کوي چې د دوی څخه استفاده وکړي. معاون والی قندهار میافزاید دست مافیا در پشت این کار است و نمیگذارند مالکان تانگ های تیل مالیه هایشان را پرداخت کنند. نبود سردخانه ها سبب فاسد شدن محصولات زراعتی تخار شده است. باغداران ولسوالی ورسج تخار با ابراز این مطلب میگویند از سوی دیگر خرابی سرک سبب فاسد شدن محصولاتشان می شود. آنان خواستار رسیدگی جدی به مشکلاتشانند. ریاست زراعت تخار میگوید قرار است به زودی سردخانه های بزرگ در چندین ولسوالی این ولایت اعمار شود. گزارش را با هم میبینیم. ولسوالی ورسج از ولسوالی های دوردست ولایت تخار بوده که انواع میوه‌جات را دارا است. با آنکه باغداران این ولسوالی از افزایش محصولاتشان خوشبینند، اما نبود سردخانه ها سبب شده تا نیمی از محصولاتشان تلف شود. آنان مسئولان اداره زراعت را به توجهی متهم نموده و خواهان اعمار سردخانه در این ولسوالی اند. از حکومت نمیست که به ما مارکت جور کنه، به ما سردخانه جور بکنه، سب دوای با کیفیت بیاره، سب از طرف ریاست زراعت تخار به ما برسانه. تا مشکل سرک در این مورد ولسوالی ورسج بیشتر داریم، به خاطری که ما مثلا اگر میوه را امشب میچنن، اگر فردا موتر نرسه به اوجا، ساعت 5 بجه است نرسه، اگر 10 بجه میرسه، اون میوه‌ای که مثلا 350 میخرد 150 مردم به فروش میرسانه. اما مسئولان اداره زراعت ولایت تخار با تایید مشکلات کشاورزان میگویند قرار است در سال جاری چندین سرخانه در چندین ولسوالی این ولایت اعمار شود. البته سرخانه بعدی در ولسوالی ورسج، کلفگان، رستاق و چایاب ساخته میشه که سرخانه به شکل سولاری کار میکنه که انرژی به شکل آفتابی هست. که باز یک اندازه من میتونم که براتون بگم که باغداران از این ناحیه مشکلشان رفع خواهد شد. ولسوالی ورسج از ولسوالی های حاصلخیز و زراعتی ولایت تخار میباشد که 80% باشندگان آن مشغول زراعت و مالداری اند. و حال توجه کنید به چند گزارش خارجی. تشویق نوآوری و رقابت پذیری از طریق ایجاد ارتباط میان شرکت های تجاری کوچک و متوسط اروپایی و طراحان مد ابتکار جالب است که توسط طرح موسوم به ورز در کشورهای اتحادیه اروپا در حال اجرا است. بودجه این پروژه توسط اتحادیه اروپا تامین می شود و در رأس آن سازمان ایتالیایی شرکت‌های تجاری کوچک و متوسط صنایع خلاقانه، کالج مد لندن و موسسه فرانسوی دنیای مد قرار دارد. روند نزولی قیمت نفت در بازار معاملات نفتی در روز دوشنبه ادامه پیدا کرده است. قیمت نفت برند دریای شمال با افت نسبت به روز جمعه حدود 49 دلار در هر بشکه معامله شده است. قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با کاهش همراه بوده و به رقم 45 دلار و 42 سنت رسیده. روند نزولی نرخ تورم در سوئیس ادامه دارد. این نرخ در ماه اوت سال جاری در مقایسه با یک سال گذشته 1.4% کاهش یافته است. این بیشترین کاهش نرخ تورم طی 56 سال گذشته گزارش شده است. خب بیننده های عزیز، این بود تعداد گزارشات اقتصادی که در طول هفته به دسترس ما قرار گرفته بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.